ماندی نایت را به تاریخ 21 فوریه 2022 با قهرمان جدید کارمند WWE براک لزر مزرعه‌دار آغاز میشه. مشخص میشه مسابقه براک لزر در مقابل رومن رینز در رسلمینیا وینر تیک آل خواهد بود، یعنی برنده صاحب دو کمربند اصلی کمپانی میشه. براک تا اومد حرف بزنه حسابی تشویق میشه و هواداران فریاد میزنن سوپلکس سیتی، که براک از همه تشکر میکنه و خواست حرف زدن رو ادامه بده که صدای پال هیمن به گوش میرسه و پال میخواست خودشو معرفی کنه که براک میپره تو حرفش و میگه اگه جای تو بودم جلوتر نمیومدم، که هیمن عقب میره و هواداران به پال میگن یو ساک، و پال ادامه میده نشنیدم. و به هر حال پال پای 20 سال بیزینسش با براک رو میکشه وسط و خبر از این میده که ممکنه براک توی رسلمنیا به خواستش که قهرمان در مقابل قهرمانه نرسه، چون 5 مارس سر کمربند مسابقه داره و اگه اطلاعات بیشتری براک از پال میخواد کافیه براک لب و دهنش رو تکون بده، که براک میگه با تمام این اوصاف بازم ازت ممنونم، هرچند که با شنبول مو نمیزنی، که پال شاکی میشه و میگه نه 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 تو هیچی نمیدونی، بذار برات واضحش کنم، که براک اجازه نمیده و میگه مرسی که جایگاهی که میدونم قرار دارم رو به هم گفتی، که پال از حریف براک رو نمایی میکنه و اون بابی لشلیه، که براک و بابی در مدیسون اسکور گاردن سر کمربند WWE مسابقه دارند و پال میزنه به چاک. براک ادامه میده براک لزنر اوکیه بدون پال هیمنو، نیازی بهش نداره، توی شو اسمکداون این هفته حاضر خواهد بود. در مورد بابی لشلی، گویا بابی توی رویال رامبل توسط براک لزنر مصدوم شده اما صداشو در نیاوردن و با اون شکل کمدی توی الیمینیشن چمبر کنار گذاشته شد و اعلام شد که مصدوم شده. حالا میگن که 4 ماه این مصدومیتش ادامه داره و رسلمنیا رو از دست میده، اما خب اینجا چیز دیگه بیان شد. ست و کوین با هم حرفی زنن و ست عشق و حالی که توی مسابقه الیمینیشن چمبر کرده رو برای کوین تعریف میکنه، که کوین پاتریک ظهور میکنه که از ظهورش احساس راحتی نمیکنن و کوین اوونز یادآور میشه که آرکی برو رو شکست داد و ست رندی اورتون رو تک به تک شکست داد و در این شو اگه بار دیگه آرکی برو رو شکست بده به مسابقه سر کمربندان تک تیم را اضافه میشن و پلن داره قهرمانان جدید کمربندان تک تیم را بشن و توی رسلمینیا اوسوز رو چلنج کنن و تایتل در مقابل تایتل قرار بگیرند و کار رو یک سره کنند و در آخر نفرتش از تگزاس رو به میکروفون و چهره کوین پاتریک فرو میکنه. استریت پروفیتس وارد میشن و مسابقه تکراری دارن با آلفا آکادمی، که توی این مسابقه برعکس مسابقه قبلیشون که چت گیبل دافکینز رو رول کرد و برنده مسابقه شدن، این بار مانتز اومد اوتیس رو بلند کنه که زیر وزن اوتیس زایید و اوتیس همونو کاور میکنه و برنده مسابقه آلفا آکادمی معرفی میشن. با توماس و چامپا صحبت میشه و درباره درگیریش با زیگلر صحبت میکنه و خبر از این میده که توی این شو با درتی داگز مسابقه داره و هم تیمیش کسی نیست جز فین بالر. تک تیم جدید به وجود آوردن فین بالر و توماس و چامپا. دومین مسابقه تک تیمش رو آغاز میشه، درتی داگز در مقابل فین بالر و توماس و چامپا. توی این مسابقه چامپا اصلا خودی نشون نداد و اوج حرکاتی که اجرا کرد دوتا ضربه زانو بود که آخر با رول کردن رابرت برنده مسابقه شدند و تک تیم بودن فین بالر و توماس رو میتونه جالب باشه، اما این مچ چنگی به دل نزد و فقط حس و حال تماشاچیان خوب بود.
دمیز وارد میشه و میستیوی داریم و دمیز علاقه هواداران به ری مستریو رو میبره زیر سوال، چون ری مستریو ضعیفه و با کمک پسرش توی مسابقات تقلب میکنه. به همین خاطر ما جذب ری مستریو شدیم. پس ما هواداران یه تعداد ضعیف و بدبختی مثل ری مستریو که دور هم نشستیم و بالاخره نوبت اون میرسه که هم تیمیش رو معرفی کنه که ری مستریو و دامانیک وارد میشن و ری میگه درسته من و تو مثل هم نیستیم و میدونم توی این راستر هیچ کسی از تو خوشش نمیاد، هر کسی که میخواد بیاد کنارت بهتره که برگرده همون جایی که بود و مومنت رسلمنیا رو در اختیار کسی بذاره که لیاقتش رو داره، که دمیز میگه من از تمام شماها بهتر میدونم چی خوبه. مسابقمون توی الیمینیشن چمبر یه جوره هندیکپ 1-2 بود، آیا من لیاقت باخت در اون مسابقه رو داشتم؟ آیا تو لیاقت اینو داشتی که برنده مسابقه باشی؟ صحبت از لیاقت شد، آیا دامانیک لیاقتش رو داره یا واسطه‌گری پدرش بوده؟ که دامانیک میگه من از 7 سالگی اینجام و خیلی چیزا دیدم، دیدم که اونا با تمام وجودشون مسابقه میدادن و میدونم مسیر به چه شکل و آره اون منو اوورده اینجا، اما بهتره که بدونی من هر کاری میکنم که اینجا بمونم، این خون منه، این خانواده منه، این زندگی من و این تمام چیزیه که میدونم. پس اگه یه کلمه دیگه در مورد پدرم ذرت پرت کنی به احد و واحد تقه تو، که دمیز میگه تقه چی ها؟ میخواین دو نفری بریزین سرم؟ نه، من و تک تیم جدیدم با تو و ری مستریو در رسلمینیا مسابقه میدیم و اون تک تیم کسی نیست جز لوگان پال. لوگان یه بطری دستش و یه قلاب میده بالا و همون بطری رو میده دست یه بچه و درگیری به وجود میاد و چه صحنه جذابیه واقعا. با آلفا آکادمی صحبت میشه و حرف جدید و خاصی زده نمیشه و ورماهان به شو را خواهد آمد. سومین مسابقه آغاز میشه، ریا ریپلی در مقابل نیکی ترش و ریا ریپلی با اجرای فینیشر ریپتاید برنده مسابقه شد. قهرمان کارمند یونایتد استیت دیمیان پریست وارد میشه و مسابقه داره با شلتون بنجامین و این دو یه مسابقه نسبتا خوب رو به نمایش گذاشتن که در روند مچ سدریک هم دخالت هایی کردن و در آخر دیمیان به سادگی با زدن یه چوکسلم و یه راکنینگ کار شلتون بنجامین رو تموم کرد و بعد مسابقه دیمیان حرف داره و برای رسلمنیا حریف میطلبه و برای هفته بعد سر کارمند یونایتد استیت اوپن چالنج اعلام میکنه که فین بلر این اوپن چالنج رو قبول میکنه، یعنی تک تیمی که توی همین شو به وجود اومد فین بلر و چامپا از بین رفت یا چامپا قراره به کمک فین بلر بیاد و قهرمان جدید کارمند یونایتد استیت فین بلر معرفی بشه. مسابقه این دو برای هفته بعد ثبت شد. قهرمان کارمند 24/7 رجی وارد میشه و از دینا میخواد بیاد و دینا میاد و رجی از دینا عذرخواهی میکنه و یه ملغ میزنه و درازکش میشه و میخواد که دینا کاورش کنه که دینا دوبار کاور میکنه اما رجی دوبار کیک اوت میکنه و دفعه سوم دینا میره تو عملیات و قهرمان جدید کارمند 24/7 دینا بروک معرفی میشه که عملیات رو میشه تو صورت رجی دید، که سر و کله دیگر دلغک ها پیدا میشه و آکیرا از تامینا لب میخواد که بیلاخ گیرش میاد و میفتن دنبال دینا و این سیرک در این شو تموم میشه. بیانکا بلر برنده ی الیمینیشن چمبر وارد میشه و بعد بکی لینچ پا به رینگ میذاره و برای هم رجز میخونن و بیانکا خبر از این میده که با دودراپ مسابقه داره، یه مسابقه جدید و جذاب. فکر میکنید دودراپ و بیانکا با هم چند بار مسابقه دادن که دودراپ تو تمام مسابقات در مقابل بیانکا باخته؟ توی کامنت ها تعدادش رو بگید. 40 روز مونده تا رسلمینیای 38 و The Rated R Superstar Edge وارد میشه و یه پروموی عالی به نمایش میذاره و میگه با
بوی رسلمنیا به مشامم میخوره. یه فلشبک بزنیم به رسلمنیای 3. من کنار عموم نشسته بودم و منتظر نتایج بودیم که هالک هوگن با آندره د جاینت بادی اسلم زد و شکست شد و هرگز فراموشش نکردم و حضور در رسلمنیا میتونه چقدر مهم و بزرگ باشه. بریم سر وقت اولین رسلمنیایی که بودم، رسلمنیای 14. پیر شدیم رفت. 2 سال بعدش توی شو اومدم و با چنگ و دندون به رسلمنیای 17 رسیدم و یه مسابقه تکتیم عالی با نوع TLC دادیم که پشمای همه ریخت. اجو کریستین با دادلی بویز مسابقه داده بودن. اومدیم رسلمنیای 21 و برای اولین بار برنده یه مانیند بانک شدم. رسلمنیای 22 با میک فولی شیرجه زدیم توی میز در حال سوختن و باز هم پشمای همه رو ریزوندیم و رسلمنیای 24 توی مین ایونت در مقابل اندرتیکر سر کمربند سنگین وزن مسابقه دادیم که خیلی نزدیک بود دو لنگ استریک تیکر رو بدم روی هوا. به هر حال تبریک بهت و لیاقتش رو داری. رسلمنیای 27 فکر میکردم آخرین مسابقه هم باشه و خیلی هم فکر میکردن برام کافی و تمومه، اما نه برای من. من کون خودم رو برای 10 سال پاره کردم تا به رسلمنیا برگردم و سال گذشته دوباره مین ایونتر رسلمنیا شدم. برای 38 سال رسلمنیا جای رویایی بوده و هنوز شعله این رویای رسلمنیا در من روشن و با انرژی که از شماها دریافت میکنم من میتونم فنامینال باشم. AJ Styles، آیا AJ رو چلنج کرد؟ به خاطر رسلمنیا من هر کس و هر چیزی که دور منه رو بهتر میسازم و در رسلمنیا نیاز دارید که با شیطان درونتون بجنگید و تبدیل به انکار ناپذیر بشید و من به رسلمنیا نیاز دارم و به رسلمنیای 38 دوشبه صفت استوپندس اضافه کردید، اما نمیتونید این صفت رو بدون حضور من در اون پیپرویو معنا ببخشید و هم همونطور که من به رسلمنیا نیاز دارم، رسلمنیا هم به اج نیاز داره. پس هر کسی هست بیاد وسط ببینیم چند چندیم و به این شکل اج برای رسلمنیا 38 اوپن چلنج اعلام کرد. مین ایونت شو آغاز میشه. آرکی برو در مقابل کوین و ست که اگه کوین و ست در این مسابقه برنده باشن به مسابقه سرکارمندان تکیم را اضافه میشن. رندی صفایی به صورت داد و توی سومین مسابقه تکتیم این شو که آلفا آکادمی هم در بکستیج نظاره‌گرش بودن شاهد یه مسابقه عالی 3 ستاره بودیم که هر 4 کشتی‌گیر خوب کار کردند و این مسابقه رو کامل در کانال تلگرام به نام The Game 666 قرار دادم و میتونید برید اونجا ببینیدش. و در آخر این مسابقه زیبا ست خارج از رینگ به رندی اورتون کورب استامپ میزن و داخل رینگ ریدل یه باکل بامپ و از کوین یه استانه رو دوباره از ست یه کورب استامپ نوش جان میکنه و تموم. ست فریکن رالینز و کوین اوونز به مسابقه سر کمربندان تکتیم را اضافه میشند و مسابقه تریپل ترت تکتیم خواهد بود و به این شکل شو ماندی نایت رابط ما میرسه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و جا داره تشکر ویژه‌ای کنم از وینس اگه گیرم بیفتی حسابی توپت پر عزیز. علی علیان مرسی داداشم. بهراد ایکس ری قربون، هنوز مسابقات کامل معلوم نشده که نظری درباره نتایجش داشته باشم. محمد یاکوزا تو هم سلام منو برسون سلطان، مرسی که از من حمایت میکنید و اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری ببینید کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و میتونید از طریق سایت raymit.ir/thegame666 دونیت کنید و تا ویدیوهای بعدی مراقب زیباییاتون باشید.